شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شما شنونده مصاحبه ما با بصیر زیار از اعضای رهبری سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان عصر جدید در خصوص کودکان افغانستانی در ایران بودین. همینک مصاحبه دیگه ای داریم با پروین کابولی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر اجرایی سازمان آزادی زن. با ایشون در رابطه با اوضاع سوئد بعد از انتخابات صحبت خواهیم کرد و همچنین اوضاع کودکان مهاجر پس از انتخابات. پروین کابولی، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. متشکرم. من هم سلام میکنم هم به شما و هم به شنونده‌های عزیز. در اخبار امشب ما به اطلاع شنونده ها رسوندیم که اوضاع پس از انتخابات در سوئد ملتهب شده. شاهد اعتراضات شهری بودیم و همچنان اعتراضات گویا ادامه دارد و اعتراضات هم به حضور حزب دموکرات سوئد در پارلمان سوئد هست. شما اوضاع رو چطور می‌بینین و اساساً چه اتفاقی در سوئد افتاده؟ اوضاعی که در سوئد اتفاق افتاده راستش قابل انتظار بود با توجه به اوضاع و تحلیل هایی که میشه در رابطه با دولت دست راستی که در 4 سال گذشته روی کار بوده اگه بررسی بکنیم در نتیجه هیچ چیز عجیبی نبود، ولی برای خود جامعه سوئد به این معنا عجیب هستش که حزب فاشیستی برای اولین بار وارد پارلمان سوئد شده و تقریبا 20 کرسی رو هم گرفته و در شرایطی که دولتی کنونی، دولتی که همین امروز مستقر شد، یه دولت اقلیت هستش و نتونسته کرسی های لازم رو به دست بیاره، در نتیجه میتونه این گروه فاشیستی و دست راستی که وارد پارلمان سوئد شده به عنوان یه توازن قدرت بتونه شرکت کنه در جاهایی که دولت و در واقع دولت اقلیت رأی نمیاره، بتونه بازی کنه و از بازی که میکنه بتونه امتیازاتی رو به نفع خودش به دست بیاره. سوالایی که اساساً این جریان فاشیستی که خودش رو حزب دموکراتیک سوئد قلمداد میکنه در وهله اول در مقابل خودش قرار داده، اساسا مسئله مهاجرت هستش و مهاجرین، اینکه اونا بیکار هستن، کار سوئدی‌ها رو گرفتن، تعداد زیادی که آدم‌های دزد و قاچاقچی هستن، مجموعاً تلاش میکنه با طبق آمارهایی که خودش درست میکنه به مهاجرین نسبت بده، تلاش میکنه مهاجرت رو به سوئد محدود بکنه. اینا اساسی ترین سوالهایی هستش که این حزب دست راستی در برنامه خودش قرار داده و با این وضعیتی که الان در پارلمان سوئد به وجود اومده، یعنی با توجه به اینکه جناح راست که الان دولت رو در دست داره اکثریت کرسی ها رو نداره، همونطوری که گفتم میتونه در این بازی به خاطر اینکه در سوالات اساسی و مسائلی که لایه های قانونی که به مجلس برده میشن تلاش کنه که یه جایی برای خودش به وجود بیاره. این مسئله تنش جدیدی رو در جامعه و جدی در جامعه سوئد به وجود آورده، به این معنا جدی که همون روز بعد از انتخابات و وقتی که معلوم شد که
حزب فاشیستی وارد پارلمان سوئد شده، بلافاصله اعتراضات وسیعی صورت گرفت و تونستن تظاهرات های خیلی زیادی رو سازمان بدن در شهرهای بزرگ سوئد، مثل استکهلم، مثل گوتنبرگ، مثل مالمو، که خود من در تظاهراتی که در گوتنبرگ تشکیل شده بود شرکت کردم. پروین بیشتر از کابلی، شما 5-6 هزار نفر شرکت کردم. من میخواستم همین سوال رو بپرسم. با توجه به اینکه در این اعتراضات حضور پیدا کردین، میخواستم بپرسم که وسعت این اعتراضات چگونه بود، که به حال به بخشهایی از اون اشاره کردین، و آیا باز هم انتظار میره که این اعتراضات ادامه داشته باشه؟ و همچنین سوال دیگه هم این هست که اعتراضات حول چه مطالباتی هست عموماً؟ این اعتراضات همین الان بسیار وسیعن. اینکه اعتراضات چی هستش، دو نوع اعتراض و دو نوع نگرانی در جامعه سوئد وجود داره الان. یه نوعش اون اعتراض، اون نگرانی است که امروز بلافاصله تراش میکنه که نیروهای خودش رو به میدون بکشه و با اعتراض و جمع شدن در میدانهای شهر مخالفت خودش رو، اعتراض خودش رو و نگرانی خودش رو از وجود یک حزب دست راستی و فاشیستی در پارلمان سوئد نشون بده. این اعتراض اغلب به وسیله جوانهای رادیکال و چپ تا حالا سازمان داده شده. منتها مشکلی که هستش اینه که اعتراضات اینها، یه خواستایی و توقعاتی که اینا در مقابل این اعتراضات و خود این تظاهرات ها و جمع شدن ها میذارن، متاسفانه بسیار کوتاه و بسیار بسیار محدود هستش. من در گفتگویی که با یکی از سازمان دهندگان همین جریان رو داشتم، بهشون گفتم که باید روشن کرد و باید بحث روی این بره که چرا یه سازمان دست راستی اساساً وارد پارلمان سوئد میشه، رأی میاره و 20 کرسی رو اشغال میکنه، و باید پرسید و روشن کرد چه سوالاتی و چه مسائلی و چه اوضاعی پشت این قرار گرفته. این جریانات که میان توی خیابون در ضمن این که تلاش میکنن یه مقدار وارد این بحثا بشن، ولی بسیار سطحی ازش عبور میکنن و اساسا تلاششون این هستش که اهداف این تظاهرات ها در این که به مهاجرین نباید حمله کرد، مهاجرت خوبه و و و و به صلاح محدود میشه، در حالی که سوالاتی بسیار جدیتری پشت این اوضاع قرار داده. یه نگران دیگه‌ای که وجود داره و به طور واقعی نگرانی های بسیار وسیع در اقشار مختلف مردم، حتی مردمی که توی خیابون ها نیستن و حتی ممکنه تو تظاهرات ها شرکت نکنن، نگرانی که واقعی هستش اینه که جامعه سوئد امروز به طور واقعی یه جامعه با چهره های مختلف، با انسان هایی که از نقاط مختلف دنیا اومدن و تعداد خیلی زیادی از اینا وارد سیستم مملکتی شدن، و این نگرانی الان وجود داره که این اوضاع به هم نخوره و با توجه به آدم هایی که داریم، انسان هایی که به هر حال تو این جامعه هستن، وجود دارن، زندگی میکنن، کار میکنن و شرکت فعال در این جامعه دارن، این به اصطلاح چجوری میشه این موج راست رو که در حال اومدن هستش جلوش رو گرفت، که نتونه در واقع به شهروندانی که کار میکنن و زندگی میکنن، حالا چه مهاجر هستن چه از جاهای دیگه دنیا آمدن و چه سوئدی هستن، لطمه بزنه. این